تهران به عنوان نماینده خودش و درخواست میکنه که سردار سپه آنچرا که میخواد بفرسته به صورت رمز بده به ایشون، ایشون به صورت رمز بده به مصدق السلطنه و بعد مصدق السلطنه در اختیار تیمسار شیبانی بذاره. اینا میبینن هر برنامه‌ای که میریزن با اون درایت، با اون کاردانی و با اون آگاهی که رضا شاه بزرگ یا سردار سپه آن زمان از کارهای ارتشی داشته، میبینن موفق نمیشن. هر حمله ای میخوان بکنن دشمن انگار قبلا ازش آگاهی داشته. خب سردار سپه کسی نبوده که به راحتی گول بخوره. دیدید بارها ازش که چه کارهایی کرده، کارهایی که واقعا فقط از یک نابغه برمیاد. و افسوس بر اون کسی که توهین به چنین ابرمردی میکنه و میگه این سواد نداره. سواد داشتن این نیست که فقط یه سری کتاب خونده باشید. شما یک کتاب خونه رو نمیتونید بگید با سواد. یک الاغ رو اگه بارش کتاب کردید نمیشه بگید این دانشمنده. دانشمند کسیه که دانشگاه میسازه. دانشمند کسیه که زمینه رو درست میکنه که شما بتونید برید در اونجا دانش یاد بگیرید. دانشمند کسیه که به فراگیری و به پیشرفت علم و دانش کمک میکنه. و اون رضا شاه بزرگ بود که این کار رو کرد. رضا شاه بزرگ بود که شما رو از چنگال مکتب خونه در آورد، وارد دانشگاه ها کرد که بعداً برید تیتر بگیرید، بیاید باش مخالفت کنید. عناوین دکتر و مهندس بگیرید و بیاید شروع کنید به مخالفت کردن با کسی که شما رو به این روز رسوند، باعث شد که شما برید تحصیل کنید، بیاید بیرون رو ببینید. ای ملت حق ناشناس. رضا شاه بزرگ متوجه شد که در این وسط یکی نقشه ها رو داره لو میده. اومد یک رمزی رو مستقیما فرستاد برای تیمسار شیبانی. دید این دفعه خوب از کار در اومد. به خاطر همین مسئله تیمسار جهانبانی رو فرستاد در اونجا به عنوان فرمانده به آذربایجان و دیگه رمزها رو مستقیم باش قرار گذاشت که مستقیم برای خودت میفرستم. مصدق السلطنه هم وقتی دید که رمزی از طریق متین دفتری به دستش نمیرسه و دیگه نمیتونه کاری بکنه، به دستور اربابش خودش رو به مریضی زد. ترفندی که همیشه میزد و همین ترفند رو چقدر عجیبه که دیدیم بعدن جمهوری اسلامی هم به کار برد. خمینی هم هر وقت میخواست یه کاری بکنه خودش به مریضی میزد، منتها این خودش رو میزد به بیماری قلبی. اون میگفت من قش دارم. اون قش و ضعف میرفت و این کار رو در مجلس میکرد. همزمان یکی از فامیلاش به نام دکتر حسین معاون در اونجا ایستاده بود، چون اگه دکتر دیگه می اومد میفهمید که این علکی خودشه به قش زده و با احساسات شما مردم بازی میکردن. همین چند سال پیش دیدید که خمینی گجستک به عنوان اینکه بیماری قلبی داره با چه تاکتیکی از قم، کسی که گفته بود که من میخوام برم بشینم در یه گوشه ای عبادت کنم، من میخوام برم در حوزه علمیه فیضیه قم، اومد تهران و چجوری قدرت رو شروع کرد اداره کردن مستقیم، قدرت رو مستقیم در دست گرفت به عنوان بیماری قلبی و مردم ناآگاه رو به خیابونها کشیدن دعا کنید امام بیماره. و همونهایی که در اطراف شاهنشاه بودن، چون میدونستن که با احساسات شما مردم چجوری میشه بازی کرد، اگر واقعا شاهنشاه آریامهر بیمار بود نمیذاشتن شما خبر پیدا کنید، چون میدونن که ایرانی یه حس دلسوزی و ترحمی داره. برای چی میان در عاشورا و تاسوعا یا در ایام عزاداری از مظلومیت و از کشته شدن زن و بچه و بزرگ و کوچک برای شما صحبت میکنن؟ اشک شما رو در میارن، دلهای شما رو به رحم میارن، برای که شما رو شناختن. هم میدونن که ایرانی مرده پرسته، هم میدونن ایرانی مریض پرسته، دلش برای مریض میسوزه. به خاطر همین این آقا یا قش میکرد یا مریض میشد از زیر پتو فرمانها رو میداد. یه عده هم میگفتن بابا مریض احوال گناه داره، ولش کنید، اذیتش نکنید. مریضی که سالهای سال به این کارها ادامه داد. گفتم به شما این حرفا رو من برای این میزنم که شما اگر گول خوردید، اگر به شما دروغ گفتن واقعیت‌ها رو ببینید، دست از این دو دستگی‌ها بردارید. کسی که بنیان این دو دستگی رو گذاشت مصدق السلطنه بود. تا اون زمان کسی توهین به شاه نکرده بود. حتی ناصرالدین شاه
نخست وزیر خودش رو کشت ولی کسی توهین بهش نکرد، کسی مجسمش رو پایین نیاورد. امروز به شما اسنادی رو نشان خواهم داد که به فرمان مصدق اولین بار مجسمه رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر رو پایین کشیدن. عکساش هم به شما نشان خواهم داد. و این وضعیت و این دو دستگی رو بین مردم همین جبهه ملی به وجود آورد. پایه آمدن خمینی رو الان به دروغ میگن که کارهای شاهنشاه آریامهر باعث شد که این اتفاق بیفته و این واقعیت نداره. این اتفاقا مصدق السلطنه و جبهه ملی بود که این کار رو باعث شد که آخوندها بیان روی کار و دیدید که پیروان اون و کسانی که میگفتن راه اون رو داریم ادامه میدیم باعث شدن که این حکومت اسلامی روی کار اومد. بختیار که بود؟ مگه بختیار نمیگفت که من پیرو مصدقم و بعد گفت آنچه را که مصدق نتونست انجام بده من انجام دادم؟ راست میگفت. شاپور بختیار دقیقاً کاری را کرد که مصدق میخواست بکنه. مصدق هم میخواست جمهوری به وجود بیاره، شاپور بختیار به وجود آورد. منتها بختیار فکر میکرد که خودش رو به عنوان رئیس جمهور میذارن یا اینکه میخواست سلسله بختیاری رو بیاره روی کار. همون جوری که مصدق السلطنه میخواست یا جمهوری بشه یا خودش شاه بشه، برگرده قدرت دست سلسله قاجاریه، چون خودش رو شاهزاده میدونست. مصدق السلطنه هرچند که کارها و دستورات انگلستان رو انجام میداد، ولی انگلستان دل خوشی از شاهنشاهان پهلوی نداشت، چون اینها سازنده بودن، اینها ضد بیگانه بودن، اینها ملی بودن، ایرانی بودند. ولی قاجاریه که ایرانی نبود. به هر رو سردار سپه تیمسار جهانبانی رو فرستاد، گفت خودم مستقیما فرمان میفرستم و به فرمان هیچ کس گوش نکن. مصدق السلطنه هم به عنوان اینکه مریض شده 3-4 روز بعد استعفا داد و همون تیمسار جهانبانی قلعه چهریق و تمام پایگاه های اسماعیل آقا رو گرفت و اون اسماعیل آقا هم فراری شد، اربابانش برداشتن بردنش که یه وقت گیر نیفته و اسرار رو لو بده که از کجا دستور میگرفته. شما فکر نکنید که اگر رضا شاه بزرگ با اون درایت و کاردانی که داشت دستور داد مصدق السلطنه رو دستگیر کنن فقط به خاطر مسائل خصوصی بوده یا به خاطر دشمنی بوده که مصدق السلطنه با رضا شاه بزرگ داشته. رضا شاه بزرگ اصلا دشمنی شخصی رو بهش اهمیت نمیداد، دشمن ایران رو نمیپذیرفت.